عزیزان گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوعی خیلی مهم را که امروز میخوایم بحث کنیم درباره که لطفاً شما ای را همگانی بسازین و به تمام عزیزان و دوستانتون برسانین که نشر بعضی از تصاویر، بعضی از ویدیوها و بعضی از چیزهایی هست که او سبب تحریک دیگران میشه و او باعث میشه که انسان در گناه آغشته شود. چند پیش امروز برادر یک مضمون را با تصویر برای ما فرستاد از طریق واتساپ که با دیدن از او ما خیلی خیلی رنج بردم و به برادر ما زنگ زدم که برادر عزیز، ما این گناه کبیره که تو انجام دادی باعث زنای چشم شدی، ما خود را نمی بخشم که در این روز جمعه مبارک توی کار را برای ما کردی، الله تو را ببخشه. به خاطر این کار ما از طور انسان اصلا ما این چشم امید نداشتم که این تصویر برای ما شما بفرستین. تصویر یک زن برهنه هست که در جان از او آیات قرآن تتو شده و فقط دو پارچه تکه در وجود ازی هست، بس خلاص. و ای را دست به دست در تمام شبکات، در تمام اینترنت، در واتساب و وایبر و در فیسبوک و تویتر تمام برادرها و خواهرها ای را نشر میکنند و میگن که اگر شما به این لعنت نفرستین شما چنین و چنان باشید، هر کسی را شیر نکنه او مسلمان نیست و ده ها رقم ده و دشنام دیگر هم مندازن که تو مسلمان نیستی یا افغان نیستی یا همت نداری یا غیرت نداری اگر شیر نکنی. عزیزان گرانقدر، این یکی از تخنیک ها و توطئه های شیطان و دشمنان اسلام است. دشمنان اسلام از این طریقه چی میکنند؟ مسلمان ها را به چیزهای مصروف میسازند، چیزهای خودساخته و خودبافته و دروغ، چیزهای جعلی که اصلا حقیقت نداره. این تصویر یک تصویر جعلی هست و تاتو قسمی است که در دو پارچه که در وجود از این خبیث هست، در بالای از این دو پارچه آیات قرآن یا فوتوشاپ کردن. هر انسانی که عقل سلیم داشته باشه و را ببینه میفهمه که ساختگی هست. اولش خوی ساختگی است، جعلی است. و وقتی که یک چیز جعلی هست، شما خودتان، الله سبحانه وتعالی شما را قوه تدبر و تفکر و عقل داده. شما خودتان فکر کنین که شما چطور یک عکس نیمه برانه و مستهجنه شما میگیرین انتشار میدین. هدف از دشمنای اسلام این است که تا میتوانند خباثت و کثافت فیلم ها و عکس های مستهجنه اینا در بین مسلمانان ترویج بتن، نه از رای دین بلکه به خاطر دفاع از دین. اینا تحریک میکنن مسلمانان را که در داخل اجتماع خودشان با استفاده از غرایز دینی خودشان این تصاویر مستهجن را اینا به یکدیگر برسانن و ترویج کنن. شما متوجه باشین که با چی یک تکنیک خاص اینا این کار را میکنن تا مسلمان ها در ترویج یک گناه خودشان سهم بگیرن. و ما حدیث مبارک داریم که رسول کریم صلی الله علیه و سلم در او حدیث می فرماید که هر کسی که مردم را به سوی کار بد دعوت بکنه، امسان گناه های کسی که از او پیروی می کنه گناهکار است و از گناه های از او هم چیزی کم نمی شه. و این حدیث مبارک حدیث صحیح است و حدیثی هست که ما شما در این باره باید فکر بکنیم. هر کسی که این رقم تصاویر روان میکنه و این را شریک میسازه در گناه از او شریک است. اولش خو این تصاویر تصاویر جعلی است، حقیقت نداره. شما یک خبر دروغ را در بین مردم تشریح میکنیم و این را شما ترویج میکنیم که یک گناه کبیره هست. دومش شما یک عکس مستعجنه به مولوی صاحب، به عالم صاحب دین، به فلان و بسملان روان میکنین و او بیچاره بالای از او کلک میکنه و میبینه. هر انسان احساسات داره، هر مرد و هر زنی که الله سبحانه و تعالی خلق کرده غرایز مختلف نفسانی و شهوانی را در او گذاشته.
اگر هیچ تحریک هم نشه، یک انگیزه در دماغ از او ایجاد میکنه و باعث ازی میشه که او انسان در وقت نماز، در وقت رکوع، در وقت سجود، در وقت وضو کردن، یا در وقت نان خوردن، یا در وقتی که با همسرش است یا در جامعه با کسی دیگر است، امو صحنه مستعجم به یاد از او بیاید. و این بیولوژی فیزیکی انسان است، کسی هیچ را تغییر دادن نمیتونه. انسان برش نفس داده شده، برش شهوت داده شده، و این یک کار بسیار خراب و خلاف دین است که نباید ما شما به ترویج و به اشتراک گذاشتن دوباره از این تصاویر ما باید نباید حریص باشیم. برادران قدر عریض هستند کلش استغفرالله استغفرالله استغفرالله، ببینید چشمایشان از حدقه بیرون برامده که استغفرالله. ای کافر ات یک کار کرده، ای کافر یک تا یک کار کرده، ای برادر برای من روان کرده که استاد استغفرالله تو سکی چی کرده؟ ده ای باره یک مضمون نشته کن. چی مضمون نشته کنم؟ یک موضوع دروغ و جعلی هست، یک ساختگی هست، ای فقط بخاطر ازی هست که از ما شما جاهل اینا بسازن، احمق بسازن، مورد خنده و استهزا و فکایی و ساعتری اینا قرار بگیریم. من دعا الى ذلالتی کان علی من الاثم مثل آثامی من تبعه لا ينقص من آثامهم شیئا. این حدیث در مسلم شریف است که روایت شده. به همین شکل بدبخترین انسان ها کسانی است که بعد از مرگشان چیزی از اونا باقی بمانه که دیگرا ذریعه او مرتکب گناه شوند. این گناه جاریه میگویند و این برعکس صدقه جاری است. و تا زمانی که مردم به او گناه عمل میکنه در کتاب اعمال این شخص اضافه میشه، ولو که این شخص بمیره و سالها هم از مرگ از این سفری شود، والله که در کتاب اعمال از او نوشته شده میره. 10 سال پیش نفر مرده، اما یک گناه بسیار بزرگ و کبیره ای را در جامعه ای تعدابش گذاشته، با مردم شریک ساخته، اما ای در کتاب اعمال از این نوشته شده میره. عزیزان گرانقدر، اگر برای بعد از مرگ خودتان صدقه جاریه ندارین، سعی تلاش کنین که گناه جاریه هم نداشته باشین. از خاطر از اینکه در آخرت کسایی هستند که علاوه بر گناه های خودشان گناه های دیگر را نیز به دوش خود میکشن. وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. اونها بارهای بسیار سنگین خود به دوش میکشن و بارهای سنگین دیگر را افزون به بارهای سنگین خودشان به دوش خود میکشن. آیه است که در سوره عنکبوت است. ای وای به حال او شخصی که خودش سالها قبل مرده و از این جهان رخت بسته، اما گناهایش جاری هست. اما کسی که تصویر دختر به حجاب را در پروفایل فیسبوکش میگذاره، صحنه های اختلاط زن و مرد را نشر میکنه، هنر شیطانی خواننده های لعنت شده را، خواننده های مفسده با موسیقی لعو و لعبشان شریک میکنن و حتی اونا را تمجید هم میکنن، و به جای از این که دروس و مفاهیم دینی را اینا نشر کنن، قصه های دروغی عاشقانه و تحریک کننده هوا و هوس و شهوات جنس مخالف را اینا ترویج میکنن. اینا قرآن و سنت و اسلام را در انظار مردم کمرنگ و بی‌ارزش جلوه میتن. بدون شک که اعمالنامه ای اشخاص بعد از مرگشان بسته نخواهد شد، و چون این انسان ها گناه هایی را که ترویج داده باعث ارتکاب گناه های دیگر شده و این باعث ملوث ساختن و مفسد ساختن جامعه شده. کسی که فحشا را منتشر میکنه، حتی اگر خودش را مرتکب نشه، گناه های از اون نزد الله سبحانه و تعالی بزرگتر از گناه کسی است که او را انجام میده. از خاطر ازی که او اولی گناه گمراه کردن یک امت به دوش میگیره و دومی تنها گناه میکنه.
و هکذا نشر بدعات و شرکیات، نشر تمسخر به یک قوم یا یک شخص به خاطر خنده دادن و استهزا و نشخندی کردن، نشر تصاویر زنان لخت و برانه و نیمه برانه به بهانه مطالب عاشقانه یا به بهانه مطالب دینی، به بهانه ازی که استغفر الله بیبی که زن چی کرده و چی نکرده، تصاویر زن و مرد در آغوش یک دیگه و نشر فیلم های غیر اخلاقی و فحشا، والله العظیم که گناه جاری است برای شما. حتی جایز نیست و مطلقا حرام است که مسلمان صحنه های حرام و بهایی یک گناهکار را نشر بکنه، یک خبیث، یک کثیف، یک گناهی را میکنه، فیلم از او تهیه میکنه و بعد از او یک نفر دیگه قرار ششته ای را نشر کرده میره. شیطان انسان های نیک از این طریق اغوا میکنه، در افکار اونا ایتو زرق میکنه که گویا او چی که او نشر میکنه باعث اجر و پاداش و تنبیه و هشداری دیگر ها است، در حالی که چونی نیست. او آدم نشر گناه را کرده، نشر صحنه های مستعجن ای تعویز نویس کثیف و زانی به نام لندن و امثال از ای، نشر تصاویر کمره های مخفی که مردم کمره های مخفی را از افراد مختلف در هر جای می گذارن و حین ارتکاب گناه اونا فیلم های اونا را می گیرن، نشر زجر دادن انسان ها و حتی حیوانات، نشر خواننده های بی حیا و بی حجاب، ترویج فیلم هایی که روابط نامشروع و اعمال منکر به مظاهره می کشانه، همه ازی در زمره گناهان کبیره جاریه محسوب می شه. برای ما یک برادر از افغانستان پیام فرستاد و از دریدن حیای چشم پسر 16 سالش بعد از نشر کلیپ ملای تعویزگر لنده در یوتیوب، در پیام خود چیزهایی نشته کرده که قلب هر مسلمان را به گریه میاره و این مرد خودش مقصر میدانه، خودش مقصر میگه که من مقصر استم. پسرک نوجوان ازی از تلفون یا از گوشی پدرش پنهانی نیمه شب کلیپ ای خبیث کثیف لنده میبینه که او را کدام کس در فیسبوک خود نشر کرده. بعد از ای پسر او شب به عمل خود ارضایی اقدام میکنه و بعد از او فردای او روز جسم خوار مادرش پنهانی نگاه میکنه از دریچه از سوراخ و ای انقدر استمنا و خود ارضایی میکنه که بالای ازی زوف میاد و ای را شفاخانه میبرند در افغانستان. وقتی که پسرک به حال میاد در شفاخانه دیا در بیمارستان، چون بسیار زیاد درد و کشیده، به پدر خود اقرار میکنه که شب گذشته امو کلیپ امی خبیث ده ها بار مشاهده کرده و عامل از این اونمو کسی است که ترویج کرده در فیسبوک و وصف از این تحریک شده، تحریک جنسی شده و به عمل استمنا و بعد از او این جرأت گرفته به خاطر کشف عورات خواهر مادر خود پرداخته تا او که در اثر خونریزی از جسمش که زیاد استمنا کرده سرحدش به بیمارستان کشیده. الله سبحانه و تعالی میفهمه که تصاویر چقدر فتنه های دیگر را ایجاد میکنه و تا روز قیامت چندین اشخاص دیگر را به ارتکاب گناهان میکشانه. عزیزان ما، آدمی به دنبال سعادت است، هر چیزی که آسایش و آرامش بر هم بزنه مانع کسب و سعادت شود، آرامش و آسایش خاطر تنها در سایه ایمان به الله سبحانه و تعالی و توجه به او تعالی و بی توجهی به نفس، بی توجهی به هوا و هوس به دست می آید. بس خلاص، دیگر رای نیست که ما شما به سعادت دست بیابیم. ای وای ای وای به حال او کسایی که اتو عکس و تصاویر اینا ترویج میکنن و دیگران میرسانن. این بدبخت رسول لنده تصاویر خود فیلم برداری کرده، کسی دیگه ای گرفته ترویج کرده. خب این خوش شد تصاویر بسیار مستعجل، مگم این برادر دعوتگر ما با ریش بسیار مقبول زیبا که 5 وقت نماز میخونه، این تصاویر ای زن برهنه را که در جان از ای آیات قرآن تتی شده و این نشر کرده،
سبحان الله، چه فکر میکنن که آیا آدم کار خوب کرده؟ ابدا نه. متاسفانه افراد بسیار زیادی در جامعه داریم که لجام زندگی خود به دست شیطان سپردن و از کنترل خارج شدن. شب و روز در بلحوثی زیای وقت لعو لعب اندختر بان گران گناهان جاریت در پشتاره آخرتشان اینا شب و روز سپری میکنن. حتی کسانی هست که برای لاوی از یکسا و برای لاوی ترویجی کرا که از ورزش های مختلف مثل فوتبال و کریکت و غیره بت‌های برای خود درست کرده که مردم را از یاد الله سبحانه وتعالی غافل میکنن و چون این ورزش ها را نسبت به مسائل دینی بیشتر اینا ارزش میدن. اینا برای خودشان هم کسب گناه دنیوی و گناه جاریه بعد از مرگ درست کردن. عاقبت این مردم گناه پسنده که امر به معروف امر به منکر، یعنی کاری که اینا میکنن امر به منکر است. عاقبت این مردم که امر به منکر میکنن و نهی از معروف میکنن به خیر باشه. چون ما کمتر بنده دیدیم که در بند دین خودش باشه و واقعا امر به معروف کنند و نهی از منکر بکنند، این رقم انسان ها بسیار کم است. برادرم، شما که یه عکسایی را که اهانت به قرآن میشه که دختر امریکایی است یا هرچی هست بالای قرآن پای خود گذاشته و یا قرآن کریم در توالت یا کمود انداخته و بالای زو آب فلش میزنه، شما این را بار بار به مردم به مسلمان های خودمان نشر میکنین. این گناه جاریه هست. اکثریت این تصاویر والله لازم که ساختگی هست. همین تصویری که این خانم بالای قرآن پای خودم مانده، این تصویر فوتوشاپ شده. این تصویر اعلانای رنگ ناخون این بدبخت مردم است که بک‌گراند سفید داره. با فوتوشاپ بک‌گراند سفید از اون پاک کردن و قرآن زیر پایه از اون گذاشتن. و یا این پشک که نفر قرآن میمونه از سر قرآن خیز نمیزنه، از اطراف قرآن میره، این هم درست نیست. یک اهانت به قرآن است. عزیزان و گرانقدر، لطفا از این حق خداداد خود یک کمک استفاده بکنین و این مسائل ترویج نکنین و سبب برانگیختن شهوات و برانگیختن احساسات مردم نشوید و به خود گناه های جاریه کسب نکنید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین یا رب العالمین.